бо номи ёди худованди мутаъол ва салом бар шумо бинандаҳои азиз ба бахши дувуми барномаи охири хат ба гунаи зинда аз нур хушомадед аз дастовардҳои бруксел то аз даст додани кундуз раҳбарони афғонистон бо чӣ дастовардӣ ба бруксел рафтаанд шояд барои ҳеҷ кишвари монанди афғонистон ин ҳама нишастҳо ва конфронсҳои ҷаҳонӣ баргузор нашуда бошад ва ба ҳамин гуна ҳеҷ кишвари буҳронзадаи монанди афғонистон дар меҳроқи таваҷҷӯҳи ҷаҳонӣ қарор надошта бошад در حدود یک ماه پیش نشست وارسا برای افغانستان برگزار شد و فردا کنفرانس بروکسل با حضور نمایندگان بیش از هفتاد کشور و از سی سازمان بین المللی برای افغانستان برگزار می شود. اشتراک کنندگان این کنفرانس بعد دوام کمک های مالی خود به افغانستان تا سال 2020 تعهد می سپارند. گفته می شود که در نشست جهانی نزدیک به 3.5 میلیارد دلار برای افغانستان وعده کمک داده می شود. اما همزمان با برگزاری این نشست طالبان یک بار دیگر توانستند خود را تا مرکز شهر کندوز برسانند و همین اکنون در همه های این شهر جنگ های پراگنده جریان دارد کنفرانس بروکسل برای تمدید تعهدات مالی جامعه جهانی برای افغانستان در حال برگزار می که حکومت افغانستان در مصرف بودجه های انکشافی و توسعه به دلایل متعدد از جمله ناامنی ناکام بوده است در این برنامه قایان سوراب بهمن مشاور و وزارت اقتصاد و سید ناصر موسوی کارشناس امور سیاسی با محسن خیلی خوش میمون آقای مساوی با شما آغاز میکنیم و معروف ترین سوال در مورد نشست ها برای افغانستان است که چی اهمیتی میتونه داشته باشه نشست بروکسل حالا برای افغانستان سلام به شما و جناب آقای بهمن و بینندگان عزیز البته از لحاظ مختلف برای افغانستان کنفرانس بروکسل قابل اهمیت است اما چند موضوع مهم است که در واقع اهمیتش نسبت به سایر موارد بیشتر است اولی که با توجه به اینی که جنگ های در سوریه و در عراق و در یمن در لیبی یا در کشورهای آفریقایی در گوشه و کنار جهان وجود داره و بحران های جدیدی در سطح روابط بین الملل تبارز کردم مثل پدیده مهاجرت یا تروریزمی که مثلا اروپا را تهدید میکنه تا حتی آمریکا را اینها میتونه به عنوان اولویتی درجه یک دنیا مطرح باشد این موضوع به عنوان یک مشکل در گذشته هم وجود داشت تا بعد از سال 2003 زمانی که آمریکا ها به عراق حمله کردن برای سقوط دادن صدام حسین افغانستان در واقع اون اولویت درجه یک را برای جن... دنیا نداشتند بلکه عراق داشتند و این بحث مطرح بود که آیا افغانستان با توجه به این بحرانی که وجود دارد در سطح جهان افغانستان باز هم به عنوان یک کشوری که در محراق توجه جامعه جهانی قرار دارد هست یا نه این کنفرانس یک بار دیگر افغانستان را با وصف شرایط جدیدی که در نظام بین به وجود آمده و اولویت هایی که برای کشورهای منطقه و جهان به وجود آمده یک بار دیگر افغانستان را در محراق توجه جهان قرار می‌دهد و اهمیت افغانستان را برای دنیا نشان می‌دهد که افغانستان را باید تنها نگذاره و از افغانستان حمایت بکنه این یک دویی که به لحاظ سیاسیش یک پیام واضح و روشن دارد برای مثلا طالبا برای مخالفین مثلا مسلح افغانستان برای کشورهایی که از طالبا حمایت میکنه که جامعه جهانی از مصوبات افغانستان از پیشرفت افغانستان از شرایط نوی که بعد از 11 سپتامبر آمده دنیا همچنان حمایت میکنه ولی شما کوشش هایی که داشته باشه در جهت تخریب نظام سقوط نظام در نهایت که دنیا در کنار افغانستان استاده میشه بله الله در این بخش دوم که شما گفتین خب طالبان هم پیام شونه رساندن به حکومت افغانستان و جهان که رهبران حکومت وحدت ملی به بروکسل رفتن و اینا هم تا کندوز خودت رساندن بله البته او خصوص ما بار, بار میست که سه تا بحث مطرح هست در ارتباط کندوز اول اینطور که شما در واقع فرمودین افغانستان وقتی میره به طرف کنفرانس بروکسل و طالبات در اینجا یک مانور اجرا میکنه و قدرت خود را بر روح دولت افغانستان و جامعه بین المللی میکشن و میگه که ما اگر بخوایم میتونیم حتی مرکز در واقع ولایت را تصرف بکنیم یا دقل جنگ دو جریان داشته باشد در واقع میخواستن طالبا با ای عملشان امن فضایی در کنفرانس بروکسل وجود دارد فضای دوستانه ای که وجود دارد استقبالی که از افغانستان وجود دارد به یک نحو تحت قرار این یک پیام واضح داشت هم پیام سیاسی سی دارد هم پیام نظامی و زمد. آیا تاثیر قرار میگیره من باور ندارم به با موضوع یک دومی که شما در وضعیت قرار دارید که مثلا چند روز قبل یک تعهدنامه در واقع توافق نامه بین آقای حکمتیار و دولت صورت گرفتن و دولت افغانستان تبلیغات گسترده ای داشت برای آمدن آقای حکمتیار و تاثیر اون بر جنگ و تضیف شدن روحی نیروهای های طالبا طالبا در اینجا خواستن کم یک در واقع روحی نیروهای های خودشان را بالا ببرند و بگن که ما همچنان پر قدرت هستیم و از اون طرف هم برای جامعه بین المللی و دولت افغانستان بگه که اون چرا که شما برای آقای حکمتی فکر میکردن که خیلی اهمیت داره یا نقش بسیار مهم داره اونجا نقش هم نداشتن اینها و همچنین بیکفایتی و غفلتی در واقع باید. مقاماتی که نتانستن در واقع پیش بینی بکنه وضعیت قندوزه و سال گذشته ایاتی که در قندوز رفتن و تحقیقات صورت گرفتن و هیچ گونه توجهی که باید دو تحقیقات صورت می انجام نشدن این ارسه عوامل در جنگ قندوز نقش دارن سپاسگزارم خیلی ممنون آقای بهمن با حالا گذشته از دیدگاهی که مردم و کارشناسان دارن در مورد نشست بروکسل و اهمیتش برای افغانستان برای حکومت افغانستان به خصوص از جنبه های اقتصادی چی اهمیت داره این نشست سلام خدمت شما همکار خدم شما در میز بیننده عزیز شما و همکارای تکنیکی تون در این شکی نیست که نشست بروکسل یکی از نشست هایی هست که دوباره افغانستان در مهراق توجه جامعه جهانی قرار میده و دیدهایی بود که دیگر افغانستان به نحو فراموش شده است اما خوشبختانه که دستاوردهایی را که حکومت وحدت ملی در حقیقت در آخر داشتند داشتن و در موارد مختلف امروز تا من اشیره های بین را مرور می کردم چندین چیزی را اینها گفتند که اینها نقطه‌ای هستند که باید ما متوجه کمک برای جامعه جهانی باشیم یکی از اونها این کشف نیروی بشری در افغانستان هست جدی بودن حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد اداری هست دیگر تقویت سکتور خصوصی هست و در این حال مشارکت زنان هست اینها موارد های بودند که در امون در حقیقت اما کنفرانس تحت شای خود قرار داده بودند و به خاطر بود که شما صحبت های افتتاحی رئیس جمهور و خانم مورگنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را دیدین که اینها همگی از دلگرمی نشان میده و چیزهایی را هم که ما داریم این نشان میده که اونها علاقمند هستند که حتی همون تعهدی را که ما میخواستیم که جامعه جانی انجام بده ما علاوه که انجام میتن و توقعات هست که بالاتر از او هم اینها تعهد بسپارند برای حمایت از دولت افغانستان و ما در اینجا متفاوت از نشست های دیگر میریم به خاطر چند دلیل بله. یکی که ما دیگر چک سفید از جامعه جانی نمی‌خوایم و جامعه جانی هم از ما نمیخواد که ما چک سفید برش بر ما بده ما میگیم که در یک در تفاهمی دو جانبه، یعنی یک سلسله کارهایی را ما انجام میدیم و جامعه جانی هم که دیگر آیستا آیستا بودیجش از مصارف از مجرای دولت به مصرف فراسان از از بودیجه ملی افغانستان و دوم دیگه ما بالای پروژه های مشخصی کار میکنیم که پروژه های زیربنایی است دیگر ما علاقمندی نداریم که بالای پروژه های زودگذر سرمایه خود انجام بتیم چون اونها اکثرا پول هایی که در اونجا به سرمایه‌گذاری میشه از تاثیرات آنی داره اما در طول مدت کدام موثریتی نداره بنابراین ما مشخصا در چند مورد از جامعه جانی خواستیم که ما کمک بکنه یک در امر ساختن بله. یا تقویت حکومتداری که شامل اصلاحات در قضا اصلاحات در نظام مالی ماست اصلاحات در بخش حکومتداری و موضوعات اداری ماست دیگر چیزی که هست تقویت های اقتصادی ما هست که به طور مثال او خود ساخته یا ها هست مثلا سال سرک اینها هست ریل، ریل اینها دیگر چیزی که هست حمایت از سکتور خصوصی که خوشبختانه اقداماتی در اینجا صورت گرفته نه. طرح سرمایه‌گذاری مشترک بین سکتور خصوصی و دولت افغانستان اونی نهایی شد به شکل یک پالیسی درآمد و شما شاهد بودین که در یک ماه ما در یک ماه کمتر از یک ماه در حدود یک میلیارد دلار جلب سرمایه‌گذاری ها داشتیم که ما فکر می کنیم که در 15 سال این بسیار چیزی قابل توجهی هست و در کنارش این سرمایه‌گذاری ها قسم بوده که در زیر بناها بوده نه در سرمایه‌گذاری های زیاد هم روبینایی بلکه عموما سکتور انرژی را هدف قرار داده سکتور مخابرات و دیگر بخش ها و چیزی دیگری که ما از اونجا توقع داریم است که در انکشاف منابع بشری ما فکر می کنیم که منابع بشری چون بله. افغانستان یکی از کشورهایی است که جوانترین نسل داره و سرمایه گذاری بالا از اینها چون تجارب هند، کوریا، سنگاپور اینها نشان داده که نیروی بشری بسیار با ظرفیت میتونه که کشور از ایالت بر بکشه این هست و زراعت به عنوان یگانه سکتوری که بیشتر از 70 درصد مردم ما دخیل هستند به شکل مستقیم در یا غیر مستقیم در موضوعات زراعتی میتونه ایجاد شغل بکنه ایجاد زمینه کار بکنه و عاید بیاره و در این حال سرمایه گذاری های کم هم میطلبه بنابراین این به یک سکتور عمده در توجه ماست و در کناری ازی چون شما میدانید که در کنفرانس بروکسل در حاشیه ازی دو مورد دیگه هم بس میشد بلد. که یکی مورد همکاری های منطقوی و ادغامی منطقوی است و دیگرش هم موضوعی توانمندسازی منسازی ها است و بحث همین منطقه هم یک بحث بسیار جدی در اونجا هست که ما چگونه بتوانیم در هم از از این فعالیت هایی که پیرامونی ما هست در اطراف ما هست در این مثلا آسیای میانه جنوب آسیا و کشورهایی که در اطراف ما هستند چگونه بتونیم هم در دیولپمنت یا انکشاف بسازیم و چیز دیگه هم هست که ما چگونه بتونیم یک همکاری را در منطقه ایجاد بکنیم که زمینه صلح چون سندی که در اونجا ارائه شده به نام ان پی دی اف است افغانستان نیشنال دیولاپمنت فریم ورک فار پیس اند است یعنی اما uh, سندی هست که یا چارچوب ملی uh, چارچوب افغانستان برای انکشاف و صلح یک بحث شمی است که ما چگونه بتونیم همگرایی منطقی را ایجاد بکنیم تا از طریق از او به صلح برسیم و بحث صلح چرا ما اینجا داخل کردیم که چون یکی از پدیده های بسیار عمده برای انکشاف کشور هست چون ما بدون صلح بدون امنیت بدون ادغام مجدد مخالفین ما نمیتونیم که به صلح پایدار دست بیافیم و وقتی که صلح پایدار نداشته باشیم واضحه که ما با مشکلات جدی در بخش انکشاف خود هم مواجه هستیم بر امین مبنا بود که ما گفتیم که ای و نشست هم در کنار بروکسل گرفته شود و, و تا که ما هم حمایت جامعه جهانی داشته باشیم و هم حمایت کشورهای منطقه را داشته باشیم تا ای که آیستا آیستا بریم به اون طرف و چیزی دیگری که در کنفرانس بسیار مد نظر هستی است که ما دیگر میریم به طرف یک دیدگاه استراتژیک زیربنایی نه دیدگاه کوتاه مدت باله. که چرخشش تنها بالای چند پروژه مشخص بله. باشه. بله آقای شما مواردی را که اشاره کردن خب بارها مردم شنیدن و پیش از برگزاری نشست هم سخنگویان حکومتی در رسانه ها مطرح کردن اما مردم و کارشناسان دیدگاه دیگری دارند که حکومت وحدت ملی با یک دستاوردهای تعریف شده و موردی نتوانسته برای در کنفرانس بروکسل اشتراک کنه. خب نظر هر کس هست ما به نظرشان احترام داریم اما اگر ما اگر ما با یک دستاورد نمی رفتیم من مشخصا چند نقطه را براتان میگم که امور اجازه اگر شما دو مورد اشاره کردیم یک بحث مبارزه با فساد اشاره کردیم و بحث کاریابی را بحث بحران پناهجویی هم حالا سایه افکنده بر نشست بروکسیل و همچنان در بخش فساد هم شما یک مورد اشاره کنین که حکومت چی کار انجام داده می خب حد اقل و یک چیز را ما متوجه باشیم که فساد یک چیزی نیست که ما در یک روز دو روز یک سال دو سال بتونیم برش مبارزه بکنیم هر اجازه که ما باز باز ما باز کردیم لك. پرونده های بزرگ فساده پرونده های بزرگ فساد و چیزی در حدود نیم میلیارد پولی دزدی شده ای کابل بانک دوباره برگشتاندیم به بیت المال افغانستان و افرادی که متهم بودند، مزنون شراخته شدند بعد از تر محکمه بله، اونها هم مجرم, باشت باشت مجرم و بحث است اجازه میتونید اجازه میتونید که می می دیگه مورد فساد که بحث فساد در وزارت معارف و در قراردادهای وزارت دفاع از اجازم... حکومت اجازه اجازم... بله. بدین که اینها کارهایی هستند که آنن نمیشه که ما نتیجه بگیریم بگیم امیال دوسیه وزارت شهرسازی زیر کار هست، دوسیه وزارت دفاع زیر کار هست، از داخله هست، از, 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 از وزارت معارف و صحت و اینها گیش هست و چیزی دیگری که مشخص بود که ما جز تعهداتمون برای جامعه جاری بود که یک مرکز مشخصی را برای مبارزه با فساد ایجاد میکنیم که شما شاهدش بودین که افتتاح شد و تمام دوسیه ها را اونها کار میکنن و اونها هم کارشون خوشبختانه آغاز کردن در این راستا و نکته دیگری هم که اجازه بدین که ما براتون بگم که او خوب است که مردم بدونه و کار بنیادی زمان می آنن آنان نمیشه بعد در مثال من یک اجازه که یک اجازه یک کار چند نقطه شو میگم شما در یک ماهی که گذشت در حدود یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را جذب کردین و او در سکتور انرژی با یک چرا مایی را میگم به خاطر ازی که از طریق سکتور انرژی یک آب مهار میکنین دو زراعت انکشاف میتین سه هم این تولید انرژی میکنین و در تاریخ افغانستان شما نمونه ش ندارین که در حدود 29 بند به قرارداد بره و ما ت... پلان ما هی است برنامه ای است که در طویل مدت دیگه تمام انرژی افغانستان از مجرای داخلیش بله حالا مردم میگن خوب ها نسبت به وعده هایی که اجازه بده و همچنان کاست هایی که وجود داره خیلی کم اچ اچ که ما ما یک یک میراثی هم که گرفتیم اونقدر میراث بسیار قوی نبود که ما گرفتیم ما یک کشور گرفتیم که اون مخصوصا حکومت وحدت ملی که نیروهای خارجی در اینجا 100 هزار نیرو از اینجا خارج شدند او 100 هزار کار ساده نیست تنها یک تعداد نفری نیست میروند، می بلکه شما میدونین که اونا در 34 ولایت پیارتی داشتن او پیارتی ها بین 70 تا 100 میلیون دلار هر کمش مصرف داشت اینها وقتی میرن این فشارها آمد در این حال دوامدار شدن موضوع انتقال سیاسی بود ای اینها دلایلی بودند که ما بله سپرات. و نا. یک نقطه را اجازه امروز حد اقل ایره به صراحت گفته میتاریم که افغانستان دیگر وابسته به یک بندر یک کشور نیست که اگر او بندرش به ببنده نرخ و نوا در داخل کشور آور بلند بره و نوسانات بسیار جدی داشته باشه امروز خوشبختانه حکم تجارت ما با چین هم بهتر شده با ایران هم شده با کشورهای آسیای میانه هم بهتر شده و ما دیگه آلی داریم در کنار از که آ، آ، از یک کشوری همسایمون بلکه چندین بدیل ها و الटरनेटیو های مشخصی دلانسان. داریم این یک سیاست مشخص بود دوخته دیگه سابق بود که یک مثلا مثال ما اگر کشوری در مقابل ما یک کار بالمثل یک کار انجام میداد ما عمل بالمثل نمی کردیم اما آلی می کنیم امروز اجازه نداره هیچ کامیون یا لاری پاکستانی از خاک افغانستان به کشورهای آسیای میانه بره بلکه در تورخم در اسپین بولدک اجازه تخلیه برشان میتن و دیگه اجازه نمیتن چون ما را اجازه ندادن که با موترهای ما برن به بندر گوادر برن به بندر کراچی برن به غلام خان برن اینا برن برن ما امو عملای بالمثل شروع کردیم و انجام هم بدیم و این خودش نتیجه بسیار مثبتی هست که حداقل ما میتونه با ما ثابت بکنه که ما در راهی درست داریم پیش میریم بله خیلی ممنون آقای پیش از اینکه خوب در مورد صحبت کنیم که وقتی کمک ها دوباره دریافت میشه چقدر واقعا ظرفیت وجود داره و با گونه شفاف و مصرف برسن بیانیه اینو بگین که شما فکر میکنید واقعا رهبران حکومت وحدت ملی با دستاورد و کارکردی رفته باشن در بروکسل که مورد توجه جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده به افغانستان قرار بگیره داره که آقای بهمنم اشاره کردن من باور نیست که متاسفانه دستاورد ندارن حکومت من میخوام عرض بکنم کمی طولانی شما ببخشید ببینید دنیا که امروز افغانستان را کمک میکنه نه به اساس کارکرد دولت افغانستان بلکه به اساس نیازمندی که دنیا به افغانستان داره اون نیازمندی چیست نیازمندی دنیا است که افغانستان را کمک نکنه تروریسمی که در افغانستان حالا دولت افغانستان به نیابت از دنیا میجنگه این هم آمریکا را تهدید میکنه اروپا را تهدید میکنه و تمام کشورهای باثبات این مهمترین وجه است که دنیا به خاطر افغانستان رو کمک میکنه یک بله. دو اگر در افغانستان جنگ دوام پیدا بکنه مهاجرین که از امروز در اروپا میره که تا حالا رفته بقیه شما که که بره این یک بحران جدی است برای کشورهای اروپایی اروپایی هم میخواه که این مهاجرین را از در واقع کنترل بکنه در داخل افغانستان این دو سوم هم که خب پدیده مواد مخدر در افغانستان یک چیزی هستن که دنیا را در واقع تهدید میکنه ولی ممکنه که شما کشتش را در افغانستان تعداد زمین کاهش پیدا کرده باشد اما تولیدشان در واقع نسبت به گذشته کم نشدند این سه عاملی که دنیا مجبور میشه افغانستان را کمک بکنه و منافقی که خود ها دارد دا دا و چهارم شمی که خب دنیا میبینه که شما افغانستان از صفر شروع کردید دولت را ولی امروز شما یک نظام دارید یک مملکت دارید خب قائم مسلح دارید کشور دارید سیستم دارید با تمام ضعف ها و کاستی هایی که حکومت موجود داره دنیا این یک غنیمت میدونه که در واقع این موارد ها میشه که دنیا شما رو کمک بکنه در خصوص حکومت وقتی شما میگید که ما مثلا دستاورد داشتیم شما مثلا دا 12 در افغانستان که دوازده میلیارد در, سال وارد میکنه چهارصد میلیون صادر میکنه این کدوم دستاورد است به لحاظ اقتصادیش یا مثلا شما در افغانستان حدود ده میلیون نفر زیر خط فقر زندگی میکنند این کدوم دستاورد است در افغانستان شما امید دولت موجودی افغانستان گذشته از میلیون ها شغل اگر بتونه که آمار را بکنه که آمار دقیق که شما در یک سال چند هزار شغل ایجاد کردین علاوه که ایجاد نکرد شغل های قبلی هم که بود از رفتن بله آقای چند مورد در بخش سرمایه گذاری من میخوایم, و... من, می من می عرض بکنم ببینید وقتی شما در این خصوص اگر به لحاظ اقتصادی در افغانستان توجه میکنید دستاورد ندارید از اون طرف هم لحاظ حکومتداری قضیه کابل شما مطرح کردید او کسایی که در بدنی قدرت شریک است او کسایی که واقعا پول کابل بانگ حیف و کردن در کجاست وا چند نفر در زندان است کسایی شما به زندان انداختین که اونها خودشان مجرم نیست بلکه کسایی بودن که عامل بودن که در کابل کار میکردن شما مثلا او کسایی که در قدرت صحیم بودن مرتبط به حزب سیاسی بودن خود در زور داشتن کلی گرفته. شما یک مورد نه که صد مورد دوسیه وزیر هست دوسیه وکیل هست دوسیه والیست کدام وزیر دولت گذشته یا فعلی کدام وزیر دولت در واقع وکیل پارلمان در گذشته یا فعلی کدام زورمند گذشته یا فعلی بله چند مورد برجسته بکنم اجازه بدید بکنم امی کدام مقام مهم دولتی که اونها در واقع میلیونی اختلاس کردن یا زمین ها را شهرک ساختن کی در زندان است کی در پیش محکمه ایستاده شده اگر شما یک ماموری که او فقط هزار ماش داره بخواد در زندان بیندازید این در واقع کار اصلاحاتی داریست ده کمیسیون ساخته شده دولت افغانستان یا در واقع پنج کمیسیون ساخته شده به جهت اصلاحات در افغانستان این بازدهی چیست اما کمیسیونی که کار اساسی کردن کمیسیون پشت کمیسیون به خاطر مبارزه با فساد چی کدام دستور داریم بالا شورای عالی مبارزه با فساد هم که ببینید همین شورای عالی مبارزه با فساد هنوز کارکردش کجاست معلوم نیست اگر شما میگید که ما یک کارهایی را کردیم اکثر کارها به خاطر کنفرانس بروکسل است به اصطلاح به لحاظ واقعیشون شما در طول سال در دو سال کار نمیتونید در یک مثلا یک میلیون دلار جذب میکنید معنیش اینه که شما باید اونجا بگید من این کار انجام داد شما مثلا در طول سال حتی جمهوری جمهور رئیس اجرایی نمیتونه با هم بر سر موضوعاتی که اصلا قابل بحث نیست قابل دعوا نیست با هم اختلاف دارد دعوا دارد سه سال یک سه ماه دیر نمیتونه ببینه وقتی کنفرانس بروکسل نزدیک میشه شورای عالی مبارزه با فساد ساخته میشه یا ده ها از این کارهای نمایشی یعنی من باور نیست من نمیگم که مثلا دولت هیچ دستور نداشتن دستاوردهای نسبی اندک دولت فعلی افغانستان داشته اینها هیچ کدامشان مبنای کمک بین المللی بر افغانستان نمیتونه باشه بار. اون چیزی را که دنیا را وادار میکنه که همچنان افغانستان رو کمک بکنه همین تروریسم مواد مخدر مهاجرت و وضعیت موجودی افغانستان که امین دولت با تمام این کاستی ها و ضعف برای دنیا در واقع یک امکار است غنیمت است که حمایت بکنه این دولت نسبت به نظام طالبان و نظام شبیه طالبان این دولت ترجیح داره حتی مثلا در ارتباط صلح وقتی شما صلح صحبت میکنید در این 15 سال دورانی است وقتی شما میگید که مثلا پدیده های مثل مواد مخدر یا پدیده های مثل مبارزه با فسادیداری زمان میخواد. وقتی حکومت یک سیستم داره در پانزده شانزده سال این نمیتونه سیستم کاری داشته باشد چی وقت میتونه کاری داشته باشد حتی در صلح همین دستاورد حکومت هنوز مشخص نیست که چیست آمدن آقای حکمتیار درسته که این یک قدم مثبت است میتونه به عنوان پاینت مثبت مطرح بشه اما این انتهای کار نیست شما کندوز ببینید شما وضعیت طالبان ببینید یعنی ما در نهایت عرض میست به عنوان کسی که در اجتماع تحلیل داریم که حکومت افغانستان چیزی نداشت برای راه ولی چیزی که دنیا و افغانستان کمک میکرد همون اهدافی که خودشون داشت با مبنای مشترکی که باعث کمک ممنون ادامه تا لحظات دیگر با سلام مجدد و ادامه برنامه خوش آمدید آقای مساوی در خوب در بخش مبارزه با فساد و تامین امنیت این موارد انتقادهای ترشتی بالای حکومت دورید است اما چند موردی که آقای بهمن اشاره کردن چیزایی است که خوب مردم هم دیدن بحث مهاری آبها را اشاره کردن بحث افتتاح و و تاسیس بند سلمان را اشاره کردن انکشاف بنادر را اشاره کردن همچنان بحث بند برق کجکی که پروژه چز قرارداد و همچنان افتتاح و امضای پروژه تاپیک خیلی یک پروژه کلان برای افغانستان است یعنی در بخش های اقتصادی مواردی هست که حکومت وحدت ملی انجام داده و مردم هم دیدن فکر میکنین که حداقل در این بخش ها شده خب ما نمیگیم که کار نشده این ما باور نیست که حکومت افغانستان در این ها دستاورد نسبی داشته دستاورد اندک داشته اما غیر ما بخوایم مبنای کمک جامعه بین المللی قلم داد بکنیم ما فکر می‌کنیم این مطابق با واقعیت نیست ما فهم از قضیه است حال ممکنه که به قضیه نزدیک باشه یا یعنی ما فهمی که دولت افغانستان در ظرف این دو سالی که گذشت به هر دلیلی مشکلاتی در داخل حکومت بود مشکلاتی که خب جنگی که با طالبان وجود داشت در واقع اون روابطی که در زمان آقای کرزی با جامعه جهانی و کشورهای کمک دهنده تیره شدن به هر دلیل دولت افغانستان اون گامهایی را که باید نبرداشت و وعده هایی را که در زمان انتخابات داده بود متاسفانه هیچ کدوم هنوز محقق نشدند اگر شما توقع داشته باشید که ما یک دولتی داشته باشیم سالانه 5 میلیارد دلار دولت بودجه بودجه داشته باشد در هر وزارت چند هزار نفر کار بکنه حداقل می خوام دستاورد نداشته باشد پس اینها به خاطر چی است بل اول آقای بهمن گفتن خب منصفانه نیست که ما در دو سال توقع داشته باشیم که با مثلا بحث فقر کاملا از افغانستان دور کنیم که سالهای متمادی دامنگیری مردم افغانستان بوده یا بحث کاریابی یا موارد دیگری که فعلا بحث مبارزه با فساد که در 14 سال در اینجا وجود داشته و در تمام بدنه افغانستان به صورت عمودی و افقی ریشه هست یعنی در دو سال خیلی فکر میکنین مدت کمی نیست ما که ببینید بحث, بحث دولت بحث دو سال نیست شما وقتی یک سیستم دارید در سیستم فقط افراد اداری در افراد سیاسی تبدیل میشه اما خود سیستم سر جای خودش بودیه سر جای خودش پروژه سر جای خودش است اگر شما حکومت کرزی ببینید مثلا نظام رو تحویل گرفت که تا در ادارهش چاوکی نبود این درسته که کمک های جامعه بین المللی در اون زمان در واقع وجود داشتن ما حالا تا حالا کمک بین المللی رو دیگه کرزه نظام رو تحویل گرفت که اصلا در اداره چوکی وجود نداشت اما زمانی که حکومت وحدت وحد ملی نظام تحویل گرفت شما در خزانه پول داشتید شما ارتش داشتید شما پلیس داشتید امنیت داشتید حداقل اداره را داشتید اینها در واقع آمدن سیستم و شکل مدرن است که اگر نه ولی به شکل نسبیش تسلیم گرفتند اگر شما یک مقایسه بین او تسلیم گیری و حالا بکنید من فکر می کنم یک بله، چیز متفاوت در پایان یک مفصل می کنم و که در هیچ جای دنیای پذیرفته نیست که شما باری مسئولیت خود به دوش حکومت گذاشته بندازید شما امروز مسئول مسئولی مملکت هستید که باید روی بسازید این مشکلاتی که وجود داره البته ما همین حالا نادیده نمیگیریم واقعیت این است که دستاوردهای نسبی در بخش های مختلف وجود داشته اما اون چرا که انتظار میرفت نتوانسته انتظار متاسفانه حکومت افغانستان به دست بیاره سپاسگزار هستم آقای بهمن حالا یک سوال کلی که خوب در گذشته هم این مسئله ثابت شده که بحث انکشاف و توسعه و ثبات افغانستان از مجراهای مالی و اقتصادی چندان موثر نبوده مثلا ما هرچی که کمک های مالی جایی دریافت کردیم به همین اندازه حالا امنیت ما شکننده است که شما میفهمین و موارد دیگری که آقای موسوی اشاره کردن خب ما نمیتونیم بگیم که حکومت با دستور درست خیلی نسبی هستن چیزایی که ما می یادواری میکنیم خب اما پدیده نصبی در تمام موارد صدق میکنه مطلق بودن هیچ نیست و دوم دیگه یک مشکل در افغانستانی است که توقعات بسیار بالا هست میگن مثلا در دو سال حکومت وحدت ملی آمد باید اینمی وطن گلو گل گلزار زار میشد خب مردم که اجازه, اجازه, اجازه شنیدن اجازه یک بالا مقایسه هم بکنن با خوب است با قبل از 2014 در 2014 چیزی بالای ده میلیارد دلار شما کمک ها را جذب میکردید اما این کمکان نصف شد در بحث 100 هزار نیروهای خارجی در اینجا بود این نیروها کاهش یافت در حدود 15 تا 20 هزار این نیرو تنها انسان نیست بلکه اینها هر کدام مصارف گذافی در اینجا داشتن دوم انتقال سیاسی که صورت گرفت این خودش یک سلسله مشکلات آورد مخصوصا در بود سرمایه و بعد هم ما میپذیریم که مشکلات وجود داره ما هیچ گاهی نگفتیم نه خیر، مشکل نیست بله فساد به عنوان یک پدیده بسیار شوم انوز وجود داره به شکل جدیش هم وجود داره موضوع نامنی هست سرمایه کم هست نظر به گذشته اینها مواردی هستند در بود اقتصادی که ما میپذیریم اما منظور چی است ما یک خط راه را تنظیم کردیم و میریم به مطرف من اجازه بدین که چند مورد مشخص بگم در بود انرژی ما بند سلما را افتتاح کردیم درست است که از حکومت قبلی مانده ای این از حکومت قبلی نمونده از زمان حکومت قبلی بلکه از زمان داوود خان بودن. بله. بله. تا بالی محقق نشد یا تحقق نیافت اما تحقق نیافت یا در عملی بله بعد آمد اینمی حکومت پیگیری کرد و دیتلاین تعیین کرد که تا اینمی زمان کار قراردادی تکمیل میکنی و کار تکمیل شد پروژه کاسا یک هزار از ده سال به این طرف بود اما دنبال نمیشد رفتن آخرین اما کارهای آغازینش شروع کردن تاپی تاپی از زمان مراحل قبل از طالب بود که یونیکال بود اگر گذشته از این را نبراکس میگفتن یک کمپنی بود او بود اینا آمده بودن اما ای آمد در زمان بعد از 2002 هم و بعد در آخرین مرحله اینمی حکومت بود رفت دنبال کرد تعقیب کرد و کشورها را فشار آورد و با اینها شیشت مذاکره کرد لابی کرد این کار ساده ای نیست که چهار تا کشور میری سر یک پروژه را افتتاح میکنیم و آله هم کاری عملیش در داخل ترکمنستان آغاز شدگی هست و نزدیکای مرز هم کارایش تا نزدیک مرز رسید دیگر چیز دیگه ای که بود برای اتصال منطقوی ما برای اولین بار در تاخیر افغانستان مال تجاره اینمی تجار ما از چین تا بندر حیرتان در 84 کامیون می این برای اولین بار دیگر چیزی که است انقریب در ماه این ماه آینده یا در جریان این ماه خط لاجورد افتتاح میشه که افغانستان از مسیر آسیا آسیای میانه و قفقاز وصل میکنه به اروپا در عین حال یک برق 500 م... والت است که از طریق بندر آقینه ترکمنستان میایه میره و چمن پاکستان این کارش شما آغاز شده در کنار ازی در داخل 29 بند شما به اعلان سپرده میشه در, ب... در سراسر افغانستان برای تولید برق انرژی ای کاری که ما بله اونا نمی کنیم کارای اگر با. میشه که مثلا پروژه های زودر از چهار مکتب بساز چهار کلینیک بساز برای مردم کار مساعد میشه اما بعد از یک سال بازی مشکلات خلق میکنن زیر بنا برای ما اولویت داره بله در دا ما, ف... ما فشار هستیم دولت هم زیر فشار هست و مردم هم زیر فشار هست واقعا اما ما میگیم برای برای همیش ما آرام باشیم تا زمان زیر بنای مساعد نداشته باشیم نمیتونیم با. در کناری ازی تجارت ما برای اولین بار است در سال 2015 هر کس که میگن که این ایتاست 570 میلیون دلار شده در هیچ زمانی دیگه ای نشده بود در مخصوصا در این 15 سال 570 میلیون دلار صادرات ما شد امه. و در کنار ازی افغانستان از انحصار بنادر یک کشور بیرون شد آله شما چابهار چابهار دارین شما با, با از مسیر آسیای میانه به چین دارین از مسیر آسیای میانه و قفقاز به اروپا را انقریب آغاز میشه خط ریل ایران تا خواف و تا شهر هرات میرسه این طرف کار خط ریل دیگه ای که میان آسیای میانه هست اون هم تکمیل میشه و افغانستان به نمی خط ریل ملی منطقه‌ای وصل میشه بله ای 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 این هست دیگر چیز دیگه را میخوایم بگم میگن که به طور مثال یک میلیارد دلار دم یک ماه فشار آورد ما سرمایه گذار فشار آورده نمیتونیم بیا پیسه تا بنداز که ما میریم کنفرانس بروکسل آیا الکوزای به خاطر کنفرانس بروکسل میاد 650 ششنی... میلیارد دلار شش سرمایه گذاری میکنه و دست اجازه بده 250 میلیون دلار 250 میلیون دلار سرمایه گذاری که صورت میگیره توان که شغل به وجود میاد دقیق فرصت های کاری به وجود میاد اگر این همه سرمایه گذاری شوش ما پیشتر اشاره کردیم که, که در بخش سرمایه گذاری حکومت دستور دا داشته 80000 مهاجر و بالاتر از او در خاطر خب. خب. یک یک نقطه دوم این سرمایه گذاری هایتون در این شش خب امیر دو اجازه میدید اجازه میدید این شش هفت ماه شده و اینم آنی نیست که مثلا شش ماه سرمایه گذاری شد عاجل کرده 5000 شغل ایجاد شود او سرمایه گذاری ها در زیر مثلا شما میبینید که الکوزه 350 میلیون دلار در بند 220 سرمایه گذاری میکنه که او کاری آنی نیست که بعد از شش ماه نتیجه بتا بگه اینی پنج نفر استخدام شد سی میلیون دلار در پارک های کاری کار ساختمانش آغاز کرد در حدود 250 میلیون دلار بیات در شبرغان از گاز افغانستان برق تولید میکنن از هیچ جای دیگه گازش هم وارد نمیکنن و از القیاس غزنفر گروپ اینها در طویل مدت نتیجه میتن در کوتاه مدت خب ما, ما فشار در کدام در مدت فساد اجازه بله, بله, بله. اجازه بدید فساد بالکل ما ایر قبول میکنیم به عنوان یک پدیده شوم در ساختار دولت وجود دارد اما با این قسم دوسیه های بزرگ بر یک روز نمیتونین اجازه بدید وقتی که انمی مرکز شروع کرد و نمی دوسیه هایی را که یاد کردین کلی سری میزی از اوست که در او وزرا هست مسئولین اولایات هست بخش های مختلف از خوب است که بازم زمانی که تکمیل شد کارشان باز اونها مسئولین مربوطش میه بر ها میگه کیا بودن چی شدن و نتیجه هم چی شد یک سوالی و... ا... که مردم البته آقای بهمن مرد شنیدیم بارها دارن این در بخش فساد همی که وقتی که زمانی که ما بیم از بحث مبارزه با فساد صحبت میکنیم در ذهن مردم این مسئله است که کسایی که مرتکب فساد شدن کسایی هستند که در رده های بالای حکومت قرار دارند یا در رده های پایانی پس کی باید بیا با فساد مبارزه کنه وقتی که وقت حکومت خودش از تا قاعده در فساد قرار به نظرم حکم کردن جمع کار خوبی نیست که بگیم همه کسی که از راست تا قاعده در فساد دخیل است این و مردم هم بارها به با این مساله تاکید کردن و وجود هم داره که هیچ اداره ای در افغانستان نیست که دقیقا بعد وقتی که در یک موجود اداره, موجود اداره وجود می داشته باشه فساد به با این مفهوم نیست که همون شخصی اولا هم میکنه بعد تا به ملازم در دروازهش هم فساد میکنه و دیگر... هستم تو موارد هم... در بعضی موارد بله, بله. من ما, ما قبول میکنم بله. اما حکم جمع کردن و مطلق کردن به نظرم کار خوبی نیست اجازه بدین که مرکز عدلی و قضایی کارش آغاز بکنه و نمی دوسیه هایی که من خدمت تا کردم آغاز میشه کار شاندم اونجا و بعد سیاه و سفید میشه که ها بودن ها نبودن باز او زمان خوب است که بحثش همون زمان انجام بدیم بگیم که ها بودن کیها نبودن آل پیشداوری به نظرم کار نسبتا خوبی نیست اجازه بدین که با تمام عبادش امینا را بررسی بکنن ببینن کیها بودن کیها نبودن و چگونه میتونن که پس دارایی های مردم انتقال بدن و چیز دیگری هم که بود رئیس جمهور روز... روزهای قبل از اتاس کشورها خواست که در کسانی که متهم هستند به فسادی داری اونها را لطفا پس دوباره به دولت افغانستان تسلیم بکنین یا در هر جایی که زندگی میکنن تا اینکه در پیش روی مردم در دادگاه در اینها بیاین و محاکمه شون و کسانی که واقعا حق مردم را غدر کردن یا سوء استفاده کردن با همگی به با 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 پیش روی همه کس بیاین و جواب خدا ایراد بکنن بله خیلی ممنون آقای در کنار از که خوب صحبت شد یک که وقتی که جامعه جهانی از وقتی که نظام جدید در افغانستان به وجود آمد هم کمک هایش جریان داره اما در کنار از دستاورد آنچنانی کمک ها نداشن. مثلا در می کنفرانس اول گفته میشه که 3.5 میلیارد دلار به افغانستان کمک میشه و در کنفرانس گذشته هم مبالغ کمتر یا از به افغانستان وعده داده شده و کمک شده اما در بخش های مختلف در بخش اقتصاد تامین امنیت ایجاد شغل و موارد دیگر تاثیرات از چی بوده خب ببینید متاسفانه ما در کشوری هستیم که بالای در واقع 90 درصد بودجه انکشافی ما و بالای چیزی کمتر یا بیشتر از 40 دس بودجه ما توسط جامعه بین المللی میشه و جنگی که روزانه 12 میلیارد یا 13 میلیارد دلار مصرف داره این هم توسط جامعه بین المللی تامین میشه هیچ جای شکی نیست که پولی که در افغانستان آمد یا مثلا شما که ببینید که بعد از جنگ جهانی دوم اروپایی ها توانستان با 100 میلیارد دلار چند کشور یا دقل 20 کشور کشورهای حوز بالتیک در نظر نگیریم. مثل آلمان و فرانسه و کشورهای حوزه اسکاندنویرا بازسازی کردن افغانستان با 120 بعد تا 140 دالت عوامارش خیلی دقیق معلوم نیست تا نتانستن که حداقل خود را بازسازی بکنه این چند تا مشکل اساسی وجود داشت که متاسفانه و مشکلات بعضشان هنوز هم وجود داره یکی یکی خب پول هایی که در افغانستان می آمدن و باید در جایی که باید مصرف می شود، مصرف نمی شود. و دلیلش هم خوب حتما بحث فساد بود عوامل مختلف داشت مثلا یک از عوامل عمده که پول ها بعد رفتن دوام جنگ بود سرمایه ها با وقتش صورت نمی گرفت امکانات وجود نداشت پول ها به هدر رفتن پروژه ها به هدر رفتن و کمک های بین المللی به جای درست مصرف نشدن امید دوام جنگ یکی از عوامل اصلی به هدر رفتن پول است دوم متاسفانه جامعه بین المللی بر خلاف خیلی میگه که کشورهای خارجی صادق نیست اونها صادق تر از افغان هاست متاسفانه کسایی که قراردادی بود بین افغانستان و شرکت های مثلا دولت های کمک دهنده ده شرکت های کلان افراد واسطه اینها به میلیون ها, ها دلار را مثلا اختصاص کردن هم میداند. مثلا شما کتابای خود آمریکایی ها را که نوشته که آقای جیمز ببینید آقای و ماموریت سقوط ببینید مرد یک متسکیل کتابای خود آمریکایی نوشته که اگه ببینید شما چیزهایی رو در اونجا می پیدا میکنید که شاخ در در افغانستان چی خبره این پولا کجا رفته این بخش دیگه از کمک ها که دنیا هم اولویتش این نبود که افغانستان با سازی شود سری پای خود ساده شود یک کشور مرفه باشد بر دنیا اولویت اولشان در واقع اون دشمنشان بدنی زدن القاعده گرفتاری بن لادن و بعد هم تروریسم بین المللی هنوز هم در دنیا اونها اولویت دارد این مردم افغانستان و دولت افغانستان که چطور میتونه از این فرصت مشترکی که بین جامعه جهانی و دنیا با وجود آمدن بتونه استفاده بکنه و بعد همون که مکرر اینجا صحبت شدن وقتی شما میگید فساد به طور گسترده وجود دارد در ادارات مختلف چندین وزیر و مثلا والی و وکیل پارلمان و افراد صاحب و قدرت مثلا در فساد دست دارند کابل بانک به عنوان نماد اقتصاد افغانستان در واقع بر شکست میشه وقتی هیچ کسی از آدمای رده بالا به محاکمه کشانده نمیشه خب معلوم داره که در افغانستان وضعیت فساد چگونه است مثلا وقتی فساد وجود داشته باشد میلیون ها دلار به اقتصاد مملکت آسیب وارد میشه به با باسازی واسه وارد با. میشه به زیربنا و سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی افغانستان آسیب وارد میشه متاسفانه بخش اون مؤلفه ها فعلا وجود نداره و بخش اعظم اونها وجود داره من بازم باور که با توجه به اینکه دولت وحدت ملی شعار تیز و تند را در آغاز حکومتشان در واقع که در جهتی که چطور بتونن با فساد مبارزه بکنه آغاز کردن کابل بانگ موضوعش را اعلان کردن توزیع شهرک معلمین اعلان کردن ده ها اعلان اگر امی حکومت انجام داده اگر شما بخوانید شما میبینید که چقدرش عملی شده منظور می که حکومت باز هم در سه سال پیش روی است همه این فرصت را ندارد بله یک مسئله اشاره که این نیست که حکومت مثلا تغافل کرده باشه در بحث مبارزه با فساد یا محاکمه که مفسدین بلند پایه کارا جریان داره اما زمان بر است کارهایی که در گذشته در حکومت پیشین صورت گرفته بود فسادهایی که در حکومت صورت گرفته بود خیلی مغلق پیچیده است و نیاز به سرگیری داره و زمان بیشتر ما باور نیست که حکومت توانایش نداره در سه سال آینده میتونه پیدا نمیکنه که افراد بتونه به ای محاکمه این یک واقعیت است حال اگر ده سال دیگه هم زمان سپریش و وضعیت به این گونه باشد اینها قادر نخواهد شد که اینها رو به محاکمه بکشونه شما به زور مشروعی که دولت به شما اجازه داد این یک از فلسفه وجودی حکومت زور مشروع است. شما 300 هزار نیروی مسلح دارید شما قانون دارید محکمه دارید حکومت از چطور نمیتونید کسی به محاکمه بکشاند؟ حداقل یک دوسیه باید افشا میشد یک کسی باید محاکمه کشان نمیشد امر این است که در شرایطی که در بیشتر از 15 ولایت افغانستان جنگ جریان دارد در داخل حکومت وضعیت به گونه شکننده هست دو تیم آمدن حکومت ائتلافی را شکل دادن ریشه های فساد افغانستان از گذشته های دور وجود داره اطلاف های سیاسی که سی وجود سی داره حکومت موجوده افغانستان ما باور در سه سال آینده توان این نخواهد داشت که بتونه با فساد قاطعانه مبارزه بکنه و او افراد اصلی رو در واقع بتونه دستگیر بکنه و مهمتر از همه اینها تا زمان که حکومت عامل اصلی موضوع را در واقع نتونه برش راه حل پیدا بکنه این اصل علت را که چیست به طور علمی اگر با خود ندارد تنها با محاکمه و با زنجیر هم ممکن مشکل حل نشه یک مسئله اگر خیلی کوتاه اشاره کنیم با فرصت هم موضوع است با آقای بهمن برگردیم پیشتر از آقای بهمن ما پرسیدیم که حالا ثابت شده در همین چند سال گذشته که وقتی که جامعه جهانی آمد بیشتر از راههای مالی و اقتصادی توجه کرد برای توسعه و ثبات افغانستان نتیجه در پای نداشته و نمونه شما حالا بحث فکر میکنین چرا واقعا اگر صداقت وجود داشته باشه از جانب جامعه جهانی توجه بیشتر به بحث تروریسم و نامنی و این موارد نمیشه که بیشتر حالا توجه به کمک های اقتصادی و مالی است و اگر امنیت هم نباشه باز هم این پول ها در جای درست به مصرف نمی من باور نیست که ببینید بخش اعظم کمک های جامعه بین المللی در جنگ مصرف شده این یک واقعیت است مبارزه با تروریسم جنگ با تروریسم و ثبات در افغانستان هم اولویت جامعه بین المللی است و هم اولویت دولت افغانستان در این جای شک نیست دنیا اولویت اولش پیش از اقتصاد افغانستان در واقع این مهار خشونت و جنگ در افغانستان ولی دیدگاهی در داخل دولت وجود داره ما باور میستیم فهمی که دولت باورش است که اگر اقتصاد در افغانستان بهتر شود ممکنه خود بهتر شدن و شکوفا شدن اقتصاد و ایجاد اشتغال خودش باعث کاهش نام نشود این یک از واقعات مثلا ولی تا زمانی که در افغانستان جنگ جریان دارد این ثبات اقتصادی توسعه سیاسی بله. یا مثلا مسائل دیگه ای که شما به عنوان یک دولت داشته باشید من فکر می‌کنم همین ها جمع مهالات است تا زمانی که جنگ در افغانستان مهار نشود بله آقای بهمن عرفای پایانه شما و با پرسش که خوب حالا با 3 میلیارد دلار کمک‌های جامعه جهانی چگونه میشه نگاهی به آینده افغانستان در بسای اقتصاد و امنیت و کاریابی و دیگر چالش‌هایی که دارد داشت شک نیست که یک نقطه می‌خوام بگم است که هیچگاه نمیتونیم بگیم کمک های جامعه جهانی بی بود یعنی هیچ تاثیری نداشت شما امروز ده میلیون طفلتان به مکتب میره اگر او کمک جامعه جهانی نمی بود و کار دولت نمی بود او هیچ کاری نمی شد پنج در حدود 5000 کیلومتر سرکتان در سراسر افغانستان شما را با قریه ها و شهرها و اینها وصل کرد بله چون خلصت خلصت اندر اندر ای بفرمایید و در حدود 350 نفر در تحصیلات عالی مصروف هستند تحصیل میکنن دوم دیگه زیر ساختایتون حد عقلی دارین عالی انستیتوشن ها یا امو محسساتی که کار بکنه دارین شما عضو سازمان های بزرگ این منطقوی و جهانی هستین و در کنارش از صدها موارد دیگر بله بله که اینها اگر کمک جامعه جهانی نمی بود ما مشکورشان هستیم تشکر می از کمک هایشان این نهایت ناسپاسی خواد بود که در آخر هم اینها قدر کمک کردن باز بگیم که نه شما کار خرابی کرده این کمک هایتان قدر معصر نبود این بازم رسم ما ها را یک ذره سوال می بره. که میمان نوازی و تشکر از اه، اه، که بله و دیگر اینکه ما در کنفرانس لندن در کنفرانس بروکسل مطمئن که دوباره تعهد جامعه جهانی رم داریم و سه سال هم که از حکومت وحدت ملی مانده این من به عنوان که مامور دولت هستم در این دولت کار میکنم هیچگاه مطمئن هستم که یک مدینه فاضل ایجاد نخواد شد و یک کشور گلگلزار نخواد داشتیم این راه تجربه جهانی نشان داده که یک راه طویل هست در امون خوبترین کشورهایی که زیر ساختا بوده ثبات سیاسی بوده سی سال توسعه را در بر گرفته و کشورهایی که در حالت جنگ بوده عمل شما مقایسه افغانستان بسیار مشکل است ما اتومات میمیره با پاکستان و با ایران و دیگر شما اگر وضعیت افغانستان ببینید در این حال جنگ میکنن در این حال تلاش که حکومت داری را هم بهتر بسازیم شما عملا و متوجه باشن موضوع قندز موضوع داخلی نیست که چهار تا آدمی آمده باشه پایلیچ و ایو... ولایت از خود نهایت فشار کشور مشخص است که دیگر توانایی هایش به خرج داد که تا نمی آستانه این موفقیت افغانستان به نحوی زیر سوال بره که خوشبختانه نیروهای امنیتی ما دفاع کردن و هم تو جواب هم برشان دادن و باید از این کارها تقدیر بشه و این نیروهای شجای ما هستند که مطمئن حامی امی ملت امی مردم هستند و کارایشان قابل قدر هست و ما اطمینان داریم که ایران همه میپیماییم و کنفرانس لندن اگر موفق هم شود این موفقیت تنها از دولت بر... بروکسل معذرت میخوایم از دولت نیست بلکه از ملت افغانستان هست و اگر خدا اینو کرده که مطمئن اون نمیشه اگر ناکامی هم شود ناکامی کلکی هست تنها از حکومت وحدت ملی است کسی دیگر هم در پایان هم سپاس از حضور وقت مهمان برنامه سراوی بهمن مشاور و سفنگوزور اقتصاد و سعید نفیر موسوی کارشناس امور سیاسی از شما بیننده های هم سپاسگزاریم تا برنامه بعدی در همین فرصت خدا نگهدار